کسی که ذره پوشی بالایی داره حتما که نباید کارهای علمی انجام بده. خیلی از بازیگران و خواننده ها هستن که ذره پوشیشون از استیون هاپکینگ هم بیشتره و حتی پولدارتر هم هستن. آخر ویدیو کسی رو معرفی کردم که ذره پوشی کمتری نسبت به بقیه داره ولی از همه پولدارتره. پس تا آخر ویدیو با من همراه باش. شماره 5، شارون استون. شارون استون هنرپیشه، تهیه کننده و مدل آمریکاییه که در دهه 1990 تبدیل به یک بازیگر زن مشهور در زمینه فیلم و تلویزیون شد. بنابر ادعای خودش دارای ذره پوشی 148 که در دوران کودکی از سن 5 سالگی به طور مناسبت وارد کلاس دوم ابتدایی شده. و در 15 سالگی بورسیه دانشگاه پنسیلوانیا شده که بعد از فراغ تحصیلی از دانشگاه وارد دنیای مد و سینما میشه. و در عالم سینما بیشتر از اینکه انتخاب‌های هوشمندانه‌ای داشته باشه، انتخاب‌های جنجالی داشته و از بهترین اونها میشه به فیلم غریزه اصلی و جنجال‌های مشهور اون فیلم اشاره کرد. شارون علاوه بازیگری یک مدل تبلیغاتی تمام عیار برای برندهای مشهور طلا و جواهرهای دنیا به شمار میره که ثروت و دارایی این بازیگر بیش از 80 میلیون دلار تخمین زده شده. شماره 4، لیسا کودرو. لیسا والری کودرو بازیگر، کمدین، نویسنده و تهیه کننده آمریکاییه. لیسا کودرو رو با بازی در نقش شخصیت عجیب فیبی گوفی در سریال فرندز میشناسیم. او فارغ التحصیل رشته زیستشناسی و دارای ذره پوشی 154. لیسا بعد از فارغ التحصیل از دانشگاه کار پژوهشی انجام میداده که به مدت 8 سال در کنار پدرش به تحقیق درباره بیماری‌های مختلف از جمله دلایل ابتلا به سردرد خوشی پرداخته. او بعدها کارهای انویش رو رها میکنه و تمام وقت خودش رو به بازیگری میذاره. کودرو چپ دسته و به زبان فرانسه مسلطه و در چندین فیلم فرانسوی هم بازی کرده. کودرو یکی از بنیانگذاران پلتفرم درمان آنلاین درمانه که این پلتفرم جلسات محرمانه و مقرون به صفحه رو برای بیمارانی که مجوز دارن ارائه میده. کودرو از طریق سرمایه گذاری در املاک سودهای خوبی رو به دست آورده که دارایی این بازیگر بیش از 100 میلیون دلار تخمین زده شده. مرسی که نگفته لایک میزنی. شماره 3، روان آتکینسون. روان آتکینسون معروف به مستر بین، بازیگر و فیلمنامه‌نویس بزرگ بریتانیایی با ذره پوشی 178 یکی از باهوش‌ترین و بااستعدادترین هنرمندان عرصه کمدی به حساب میاد. او که تحصیل کرده رشته مهندسی برقه، مدرک کارشناسی خودش رو از دانشگاه نیوکاسل و مدرک کارشناسی ارشدش رو از دانشگاه آکسفورد دریافت کرده. روان کار هنریش رو ابتدا با طنز رادیو آغاز کرد و در ادامه با ورود به تلویزیون در نقش‌های ادمون بلک‌ادر و مستر بین به شهرت رسید. آتکینسون علاقه شدیدی به رانندگی داره و در حال حاضر دارای کلکسیون اتومبیل که از بین اتومبیل‌های او میشه به مکلارن F1، هوندا سیویک هیبرید، آودی A8 اشاره کرد. دارای این بازیگر کمدی بیش از 150 میلیون دلار تخمین زده شده. شماره 2، مت دیمون. مت دیمون بازیگر، تهیه کننده و فیلمنامه‌نویس آمریکاییه. ذره پوشی مت دیمون 160 که در حد یک انسان نابغه است. مت زمانی که در دانشگاه هاروارد مشغول به تحصیل بوده، به عنوان تمرین برای درس زبان انگلیسیش دست به نگارش نسخه اولیه داستان ویل هانتینگ نابغه زد. داستانی که پس از تبدیل شدن به فیلمنامه جایزه اسکار رو براش برارمغان آورد. البته او پیش از فارغ التحصیل شدنش به دلیل تمرکزش روی بازیگری از دانشگاه انصراف داد، ولی با این وجود دانشگاه هاروارد در سال 2013 نشان ویژه هنری خودش رو به دیمون اهدا کرد. مد در رتبه بندی فورس از پورساز‌ترین بازیگران قرار گرفته و فیلمهاش بیش از 3.8 میلیارد دلار در گیشه آمریکای شمالی فروش داشته که به یکی از پرفروش‌ترین بازیگران تاریخ بدل شده. دارای این بازیگر نابغه بیش از 170 میلیون دلار تخمین زده شده. اصلا فکرشو میکردین که این افراد ذره پوشی بالایی رو داشته باشن؟ و اما شماره 1، شکیرا. شکیرا خواننده و ترانه نویس کولومبیاییه. او با ذره پوشی 140 اولین شعر خودش رو در 4 سالگی نوشت، در حالی که انیشتن تا 4 سالگی توانایی حرف زدن رو نداشته و اولین آلبوم خودش رو در 13 سالگی ضبط کرد. او به جای رفتن به دانشگاه بعد از گشت و گذار در سراسر جهان و سفر از کشوری به کشوری دیگه، زندگی رو آموخت و تونست به 5 زبان زنده دنیا از جمله پرتغالی، انگلیسی، ایتالیایی، فرانسوی و کاتالونیایی تسلط پیدا کنه. شکیرا با فروش بیش از 75 میلیون رکورد در سراسر جهان همچنان یکی از پرفروش‌ترین هنرمندان موسیقی در جهانه. او بعد از جدایی از پیکه با آهنگ‌هایی در خصوص جداییشون تونست 14 رکورد گینس رو هم بشکنه و درآمدهای زیادی رو از طریق این آهنگ‌ها به دست بیاره. درآمد این خواننده زیبا بیش از 300 میلیون دلار تخمین زده شده. خب اینم از پولدارترین سلبریتی‌های باهوش دنیا. پیشنهاد می‌کنم پولدارترین خواننده‌های زن جهان رو هم بشناسید.